برنامه یاد خدا و با تقدیم سلام به شما بیننده های عزیز تلویزیون خورشید، خیلی خوش آمدین به برنامه رسم زندگی و خوشحال هستم از اینکه بازم با شما هستیم. نیم ساعت تا ساعت 2:30 مثل همیش همراهی شما را می خواهیم. با یک موضوع تازه در برنامه در خدمت شما قرار گرفتیم و موضوع خیلی مهم هست که امروز انتخاب کردیم، بعضا در برنامه های اشاره های داشتیم روی این موضوع. همه ما میفهمیم که یکی از مهمترین معیارها جهت سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور ارتباط میگیره به میزان اهمیت و اعتبار که زنان در آن کشور دارا میباشند. خب حالا هر قدر حضور زنان در یک جامعه فعالتر باشه، ما کشور پیشرفته تر میبینیم. پس یک چیز است که همه ما میدانیم. امروز خواستیم روی همین موضوع صحبت ها داشته باشیم در رابطه به اهمیت و اینکه اگر زنان حضور بیشتر در یک جامعه داشته باشن، بالاخره چی رشد و چی پیشرفت های در یک جامعه خواهد بود. همین موضوع رو انتخاب کردیم، موضوع خیلی مهم است. شما با ما همراه باشیم. مهمان را هم در برنامه با خود دارم، صحبت های بیشتر میخوایم با مهمان برنامه ما داشته باشم، خانم سیمین بارکزی نماینده مردم در مجلس نمایندگان که امروز با ما در برنامه هستن. با خانم بارکزی در رابطه با اهمیت و نقش بانوان در جامعه میخوایم صحبت داشته باشیم. خب لحظات بعد اگر خواستین شما هم در برنامه سهم داشته باشین، 0220-212-93 هم در خدمت شما است. میتونین تماس بگیرین و از طریق 488 فیسبوک برنامه همچنان ما در خدمت شما هستیم. سلام رسه به شما، بعد از ظهرتان بخیر، خیلی خوش آمدید. درود و سلام خدمت شما، همکاران تکنیکی شما و بیننده عزیز تلویزیون خورشید که هم اکنون از طریق تلویزیون شما ما رو میبینن. سلامت باشین. خب صحبت ها خیلی زیاد از خانم بارکزی، بیاین از اینجا آغاز بکنیم روی اون همه توانایی ها و قدرت را که زنان در کل دارن، یک مرور داشته باشیم روی این توانایی هایشان، یک اشاره داشته باشیم، بعدا صحبت ها رو میداشتم. خب زن مثل مرد ستون جامعه و ستون خانواده است. در هر خانواده که اگه زن نباشه، او خانواده استقام نداره و مثل واقعا زن و مرد ترازوی یک برابر هستند و در جامعه بسیار نقش مهمی میتونن داشته باشن. زن یعنی همون مادره و مادر وقتی که اولاد درست تربیت میکنه و وارد جامعه میکنه، یعنی میشه گفت جامعه ساز هر جامعه و هر کشور زنه. و خوشبختانه زنای افغانستان به تاریخ نشان دادن که توانمندی بسیار زیادی دارن و کارهایی که در عرصه سیاست، اجتماع، ورزش و تمام عرصه ها به معرض نمایش گذاشتن، نشان دادن که واقعا زن افغان نه تنها کمتر از دیگه کشورهای دیگه، زنهای دیگه نیست، بلکه بالاتر هم هست. با وجودی که مشکلات بسیار زیادی در افغانستان وجود داره جلو روی کارکردهای زنها، اما خوشبختانه زن امروز افغانستان به جهان ثابت کرد که توانمندی های بسیار زیادی داره. دقیقا 1% از زنان هستن این که در پهلوی که خانواده را مدیریت میکنن، در اجتماع هم حضور خیلی فعال دارن و یک تعداد 1% هم هستن فقط در حریم خانه هستن و بالاخره هم خانواده را مدیریت میکنن. ما میخوایم روی وضعیت که خانمایی که در اجتماع حضور دارن چه وضعیت دارن و خانمایی که خانه‌دار هستن یا مدیریت فقط مدیریت خانواده را به عهده دارن، اینا در چه وضعیت هستن، یعنی در کل اگر روی این دو نوع از فعالیت که اینا دارن و وضعیتشان چگونه هست میخوایم از شما. خب طبعا خانم هایی که اشتغال دارن و بیرون مصروف کار هستن، خب کمتر میتونن به فامیل و خانواده رسیدگی کنن نسبت به خانم هایی که در خانه هستن. اما در محیط کار و به برنامه و وظیفه‌ای که دارن بسیار خوب میتونن انجام بدن. و خانم هایی که در خانه هستن طبعا بیشتر به اولاد و فامیل و خانه رسیدگی میکنن که همو کارهای خانه وظیفه مثل مثلا غذا پختن و شستشو این برنامه است. اما کلن در زمانی که ما فعلا هستیم، من کمتر خانمی رو دیدم که حتی اگر در خانه هم بودن، زنان افغانستان به خصوص برای خود یک مسئولیت ایجاد کردن، یا خیاطی یا در هر صورت تنها وظیفه خانه به عهده از اونا نبوده و تنها وظیفه خانه نبوده که صرف کارهای خانه رو بکنن، و یعنی یک مادر خوب، یک همسر خوب بودن. و خانم هایی هم که در وزارت خانه و هر جا که کار کردن به نفع احسن کار کردن و مشکلات که اینا روبرو هستن یا درگیر اون همه مشکلات هستن. خب طبعا نه تنها خانم ها، هر کس به هر اداره که کار میکنه مشکلات وجود داره. افغانستان چون تقریبا میشه گفت یک کشور مرد سالاری است و هنوز هم با وجودی که زنها زیاد
زحمت کشیدن و خودشون رو در هر عرصه رسوندن و صدا خوب بلند کردن که توانمندی از اونا کمتر از مردها نیست، اما در ادارجات همیشه ما میبینیم که مرد حالت برتری داره و هنوز همون تأثیرات وجود داره که زن رو به چشم دوم، به جنس دوم نگاه میکنن که ای باید برطرف بشه. مثلا یک جای یک خانم مدیر هسته، اما زیر دستی از اونا احساس میکنن که نمیتونه یک مدیر خوب باشه، در حالی که خیلی خوب مدیریت میکنه، ولی هنوز مشکلات ها وجود داره و خانم ها همیشه درگیر از اون هستن. تنها بحث این نیست، کلن وقتی که یک خانم از خانه هم میبرایه، همه جا، محیط کار، بیرون، حتی برای خریداری که میخواین برن، بسیار به مشکلات روبرو هستن که باید در اینجا رسانه ها بسیار برنامه های آموزشی، برنامه های ارائه کنن که واقعا وقتی که یک خانم به بیرون میبرایه، کسانی که هنوز به او شعور نرسیدن که زن درک کنن، بعضی وقتا باعث آزار و اذیت خانم ها میشن، از طریق رسانه ها آموزش داده باشه، برنامه های ساخته بشه که واقعا اینا متوجه باشن که همین خانمی که برآمده یا به هر جای داره یا محل کار یا خریداری، خواهر از اونا، مادر از اونا، همسر از اونا میتونه باشه و باید متوجه از رفتارهای خود باشن. دقیقاً همونطور که شما گفتین، حالا اگر خانمایی که فعالیت دارن در اجتماع یا همچنان سهم میگیرن، نگرشای هست که مثلا یک تعداد که به دید مثبت میبینن، یک تعداد به دید منفی. ما میخوایم چون نقش رسانه ها را گفتین، بر علاوه از این نقش رسانه ها در قسمت تغییر نگرش 1% از افراد که همچون دیدهایی دارن، چه کارهایی باید انجام شه؟ خب طبعا برنامه های ساخته شه که واقعا به درک مردم برسن که حال ما به یک نقطه زمانی هستیم که نباید که یک جنس مخالف رو اذیت و آزار کنیم و باید همیشه کمک کنیم، احساس کنیم امی خواهر ماست و اگر نیاز به کمک داره، نه اینکه همیشه باعث آزار و اذیت بشیم. البته خوشبختانه روز به روز وضعیت بهتر شده میره، اما رسانه ها و وزارت خونه ها، ارگان هایی که در راستای زن ها و بهبودی وضعیت زن ها کار میکنن، میتونن بیشتر کار کنن در این راستا که زن افغانستان بتونه بهتر و راحت تر کار کنه و این ذهنیت ها از دور شوه که وقتی متاسفانه در اطراف زیادتر هسته، وقتی یک خانم سر کار میره برشون بسیار تبصره سرش زیاد میشه که این او خانم از یک طرف مسئولیت اداره و کاری که انجام داره باید انجام بده، از یک طرف فشارهای روحی و این بسیار مشکله و آفرین به او زنهایی که با تمام این مشکلات باز هم میبینیم حتی در اطراف به اون مصروفیت ها خوب و کارها خوب انجام میدن. از طرف دیگه مثلا وقتی که داخل شهرهای بزرگ هم که هست، یک خانم سر جلو موتر میبینن، برای کلگی جالبه، در حالی که یک چیز بسیار معمولیه و من بارها وقتی که متوجه شدم یا موترهای دیگه پشت از اون موتر را میفتن، بله، یا بالاخره به یک نوعی این خانم اذیت میکنن، در حالی که ما باید افتخار کنیم که همین خواهر ما، مادر ما توانمندی از این داره که حتی درایو کنه، دیگه ضرورت نیست که حتما باید یک مرد موتروانی کنه و این در جامعه امروزی ما بسیار باید جا بیفته و جا افتاده باشه، اما متاسفانه میبینیم که هنوز مشکلات های در اون جامعه وجود داره. پس بیایم بیشتر روی نقش بانوان، اهمیت بانوان در اجتماع با خانم بارکزای صحبت ها رو داشته باشیم بعد از یک میان برنامه خیلی کوتاه. ادامه برنامه هست، بازم با شما هستیم. خانم سیمین بارکزای با ما هستن و در رابطه با نقش بانوان در جامعه صحبت میکنیم، ولی خیلی خوب میشه که چون همتون در رابطه با کارهایی را که خانم بارکزای انجام دادن خب واضح هست، معلومات دارن، خوب از بعض صحبت ها را داشته باشیم بخاطر از زندگی خانم بارکزای، بخاطر تشویق هرچی بهتر خانمایی که حالا در اجتماع حضور دارن. اگر شما میخواین سهم داشته باشین، ما در خدمت شما هستیم. خب خانم بارکزای، خیلی صحبت ها رو
شما اشاره های داشتید که با این همه مشکلاتی که بازم زنان اجتماع خود ما جامعه خود ما با اون همه مشکلاتی که اونا درگیر هستن ولی بازم حضور دارن در جامعه کم خوب هست. ما میخوایم که شخصانی که واقعا شما در این راستا یا شما یک الگوی خوب به مثل شما کسایی که در این راستا فعالیت دارن الگوی خوب به خاطر خانمای افغان هستن، از کجا شروع کردین و دقیقاً چقدر میخواین چگونه با چه برنامه هایی که شما داشتین و بالاخره تا اینجا رسیدین توصیه های داشته باشین به خانمایی که با استفاده از همچون اهداف خود بالاخره در اجتماع اینا سهم داشته باشن؟ ببینیم سه دهه جنگ باعث شد که زنای افغانستان نه تنها از سیاست از همه عرصه‌ها دور بمانن و من وقتی کشورهای دیگر می دیدم برم بسیار دردآور بود که زن افغانستان چرا نمیتونه بروز کنه، اما خوشبختانه بعد از حکومتی که به وجود اومد و نسبتاً ثبات به افغانستان اومد، قانون اساسی جایگاه بسیار خوبی برای زن افغانستان داد. او زمانی بود که من مثل شما ژورنالیسم خوانده بودم و در رسانه کار میکردم بخش برنامه‌های سیاسی، و وقتی که برنامه سیاسی رو میساختم برام جالب بود، زنها رو در پارلمان میدیدم و میتونستن صدا خو بلند کنن. خب طبعا هر رسانه برنامه‌های خودشو و یک خط خودشو داره که هنوزم او آزادی بیانی که باید وجود داشته باشه نیه. مثلا من یک برنامه که می ساختم برای من یک جایی وقتی که ادیت می شد تمام می شد برای من گفتم اینجا رو کت کن اینجا رو کت کن، و برای من جالب نبود چون عمده ترین ما پیامی که من باید به مردم می رساندم قیچی می شد از برنامه، و احساس میکردم من جورنالیست نمیتونم اون رسالت رو انجام بدم. یا یک جایگاهی هست به نام خانه ملت و من میتونم اونجا دیگه کسی بر من نمیگه مایک خاموش کن و محدودیت وجود نداره و هر چی که هست درد مردم بیان کنم و صدای زن افغان بلند کنم. و عاشق سیاست بودم، با تشویق فامیل و دوستایی که شناختی از من داشتن وقتی این موضوع رو مطرح کردم استقبال کردن و من کمک کردن. خوشبختانه تشکری میکنم از مردم شریف هرات عزیز که بچه با رأی خوبی من به پارلمان آمدم و احساس میکنم تونستم صدای مردم خوباشون و زن افغانستان. در این راستا زیادتر میخوایم کوشش کنم، اما اینکه چقدر موفق بودم باید از عزیزان و مردم افغانستان بپرسیم، اما در هر صورت همیشه تلاش کردم و من میخوایم برای دختر خانمای جوان، کسانی که واقعا میخواین در عرصه سیاست قدم بگذارن ولی هر مشکلی که وجود داره، به خاطر که بر خود من مشکلات زیادی چندین بار زمین خوردم اما استاد شدم بلند شدم. اگه به یادتون باشه 18 روز من اعتصاب قضایی کردم و شاید کمتر کسی میتونست دوباره حرکت کنه، دوباره در حالی که بسیار مشکلات رو دیدم اما بلند شدم حرکت کردم و ایمانی که به خداوند داشتم و اعتماد به نفسی که خود به خود خودشتم بالاخره به اینجا رسیدم. اما من فکر میکنم هنوز اونطور جاهایی که آرزو دارم نرسیدم، به خاطر که میخوام واقعا صدای زن افغانستان باشم و آرزوم هست که تنها میفهمم که بیشتر مشکلات های زنایی که در شهرهای بزرگ زندگی میکنن حل شده. اما خانم برزه بزرگترین هدفتان چی از چی زمانه؟ چون گفتین آرزوهای خیلی زیاده دارین، بالاخره به او هدفتان برسین و بگن به بزرگترین هدف زندگی برسین در این عرصه سیاست و بالاخره بخاطر آواز بلند کردن خانمای افغان. او آرزو دارم که دیگه دختر او دختر افغانستان به بعد داده نشه، دختر زیر سن به زور به ازدواج او رو وادار نکنن. او آرزو دارم که برای زنی که در اطراف زندگی میکنه حق تصمیم گیری برش بدن و ای آرزو منه. بخاطر که حرفم قطع کردین شما، میخواستم این رو بگم که در شهرهای بزرگ به زنها تقریبا تونستن مشکلات خو البته با تلاش های خودشون حل کنن و آگاهی که دارن، اما اطراف های افغانستان ولیسوالی هایی که در بسیار جاهای دوریه و اینا دسترسی به معلومات و رسانه و هیچی ندارن، اونا هنوز به اون محرومیتی که 15-16 سال پیش بوده هنوزم به اون محرومیت زندگی میکنن. و من هدف من اینه که روزی دیگه خبری از تلویزیون ها نشنم که دختری خودکشی کرد، حلق‌آویز کرد، خورد یا خودسوزی کرد. به این امید هستم و میخوایم تلاش کنم نه تنها من بلکه
خیلی آرزوی همگی است ان شاء الله که همونطور شوه. خب بیاین سوال که من میخواستم از خانم بارکزاد بپرسم، یکی از دوستای ما در فیسبوک برنامه ای سوال گذاشتن، خیلی خوب از بپرسیم. رحمت جان سلطانی اینا سلام تقدیم کردن و گفتن خدا کنه خوب باشین، سلامت باشین، تشکری کردن از برنامه. گفتن سوال که از خانم بارکزاد دار میاد به خاطر خانم چه کارهایی را انجام دادن، یعنی در کل روی برنامه ها کارهایی را که انجام دادن و چه دستاوردهایی به خاطر خانم ولایت هرات داشتن. خب یکی از مهمترین کاری که در پارلمان صورت گرفت و به خاطر ما بیشتر کارهای ما قانون گذاری است، یک قانون رو تصویب کردیم به خاطر آزار و اذیت زنان و اطفال که صورت میگیره، که خوشبختانه تصویب شد و به توشی رئیس جمهور رفت. و از طرف دیگه همیشه در رسانه ها و در برنامه‌ای که دارم صدا خوب بلند میکنم و همیشه حق خواهی میکنم از زنان افغانستان. و بزرگترین کاری که من تا حالا کردم، بازم تکرار میکنم، اما اعتصابم بود به خاطر که به زن افغانستان بگم خودسوزی بس، خودکشی بس. اگر بدترین مشکل هم سر هر انسان می آید، می تونیم با یک حرکت مدنی صدا خو بلند کنیم. اگر واقعا کسی نمی تونه صدا شما رو بشنوه، یک حرکت مدنی. و خوشبختانه افتخار از این رو دارم که می تونم بگم که حرکت مدنی رو میشه گفت تحت آب گذاری کردم در افغانستان. بسیار خوب. چه تغییر در زندگی خانمای ولایت هرات تا حالا، این که شما همونطور که از برنامه های تانیات کردن کارهایی که داشتین نه حالا آمده و بالاخره فقط یکونی ماه مادک بالاخره سال نو آغاز بکنیم و چه برنامه های دارین به خاطرشان و میخوایم در کل روی تغییر که آمده در زندگیشان و چقدری که شما راضی هستین من حیث نماینده مردم ولایت هرات در مجلس نمایندگان از زبان خودتان بشنوید. خوشبختانه حال کمتر دختری رو در هرات و ولسوالی هرات میبینیم که اینا به تحصیل دسترسی نداشته باشن، اکثریت تحصیل میکنن. هرات یک شهر تقریبا سنتی نسبت به دیگه ولایت ها، اما خوشبختانه اکثر خانم ها به بالاترین درجه تحصیل رسیدن. اما مشکلی که هنوزم در هرات و بعضی ولایت ها وجود داره، دختر خانم هایی که واقعا تحصیلات عالی دارن متاسفانه به خانه نشین هستن و شرایط کار و اشتغال هنوز بر از اونا فراهم نشده، به خصوص در هرات که ما همیشه خواستیم از حکومت افغانستان که در هر ارگان دولتی که هست واقعا سهم زنان مشخص بشه به ولایت ها، مخصوصا ولایت هایی مثل ولایت هرات، به خاطر از اینکه اگر هر چوکی زن ها مشخص بشه بالاخره خانم ها متوجه میشن که این منجیگا واقعا شرایط کار هست بر از اونا و بتونن خانم دختر خانم هایی که تحصیل کردن خانه نشین نشن و برن. اما متاسفانه هنوز شرایط کار به هرات به اون صورت ایجاد نشده و افسوس میخوریم که واقعا کسانی هستیم که کسانی هست در هرات که بسیار تحصیلات عالی دارن اما در خانه نشین هستن. یک اگر خانمای ولایت هرات هستن یا در کل خانمای افغان، من میخوام یک موضوع را که ما همیشه وقت شما خودتان یاد میکنینی که اگر ما کارهای را انجام دادیم از خود مردم یا خانما پرسیده شه اونا چقدر راضی هستن، برعکس موضوع اگر ما از شما بپرسیم خانمایی که حالا با این همه مشکلات اگر در خانواده یا اجتماع روبرو هستن در قسمت دفاع از حقوق خودشان، شما چقدر راضی هستین؟ تا کدام حد اونا تونستن دفاع بکنن از حقوق خود و آواز بلند بکنن به خاطر اون همه مشکلات که اونا روبرو هستن؟ هنوزم به اون صورت مرازی نیستم به خاطر که اکثر وقت ما میبینیم که با حرکت های خشونت بار خودشون رو مواجه میکنن، یا مثلا وقتی که یک مشکل عمده در خانواده یا در اجتماع در هر جا که داشته باشن اینا دست به خودکشی یا از این حرکت ها میکنن که این خوب نیست. و من همیشه تاکید کردم که هر انسان حق زندگی کردن داره، حق تصمیم گیری داره و میتونه بسیار به راحتی بیای صحبت کنه، مشکلات خوب بگه. ما حتی اگر مشکلات بسیار حادی هم هست، ما ارگان هایی داریم، ما ارگان های قضایی داریم که میتونن برن از اون طریق مشکلات خوب حل کنن. اما متاسفانه ضعف بعضی خانم ها باعث شده که اعتماد به نفس نداشته باشن و دست به حرکت های ناپسند بکنن که آسیب زدن به خودشان هست. که من فکر میکنم ما در عصری که زندگی میکنیم حالا باید خودمون به خود تصمیم بگیریم و هیچگاهی نگذاریم دیگران، ولو که هر کس باشه،
چه خانواده چه بیرون از خانواده باعث بشه که آزار و اذیت بکنه ما، به خاطر که ما انسان‌های آزاده هستیم و خودمون برای خودمون باید تصمیم بگیریم. واقعا هارون جان ندا سلام تقدیم کردن به ما و مهمان برنامه ما، سلامت باشین. سوالی که اینا دارن در رابطه با نقش زنان در پارلمان هست، اینکه زنان در پارلمان چی، یعنی حتما کارها و برنامه‌هایشان رو پرسیدن. خب نقش زنان و مردان در پارلمان یک نقش دارن، همه بالاخره اکثر خانم ها در عرصه زنها که میشه یک جای میشیم و به خاطر دادخواهی از هر زنای که مثل مثلا فرخنده شهید همه یک جای میشن خانم ها برای دادخواهی از او یا همچین مواردی، اما در کل میشه گفت زن و مرد در پارلمان کارا اینا یکیه، نمیتونیم بگیم که بعضی برنامه اینا فرق میکنه. اما یک مشکلی که نه تنها در پارلمان افغانستان وجود داره، امیدوارم که همکارام خفه نشن، هنوز زن ستیزی در افغانستان وجود داره، چه در پارلمان چه بیرون از پارلمان، چه خود زنها به همدیگه باور ندارن و هنوز نتونسته جامعه افغانستان زن از زن حمایت کنه، هنوز ما نتونستیم، به خاطر از اینکه تقریبا 6 سال میشه گفت از پارلمان، عمر پارلمان نزدیک به 6 سال میگذره، ولی در این مدت یک خانمم نتونست چوکیه، یک چوکی که 5 چوکی هسته 4 چوکی هسته در هیئت اداری، یک خانمم تا حالا نتونسته در اونجا پست بگیره، به خاطر از اینکه اگر واقعا خود ما زن ها هم دیگر رو حمایت میکردیم 100% تا حال ما خانم ها رو میداشتیم در خود چوکی هیئت اداری، که متاسفانه این نشون میده وقتی ما سیاسیون، ما که مثلا الگو هستیم برای مردم، هم دیگر رو حمایت نکنیم، ما چطور توقع داریم که در اجتماع کوچکتر و بیرون از پارلمان و جاهای دیگه زنها از زنها حمایت کنن. من همیشه صدا خوب بلند کردم، با وجودی که من حتی 3 بارم خود کاندید کردم، میفهمیدم من برای من رای نمیدن، میفهمیدم که رای نمیگیرم، اما به خاطر که نشان بودم که ما توانمندی داریم، جرأت از زیر داریم. بعضی حتی از همکارام گفتن نکن، چرا وقتی که رای نمیدن چرا خود کاندید میکنی؟ بعد از من برای من خنددار بود، بعد چی است؟ چرا بشرمیم؟ هر کدوم ما هر جای توانمندی داریم باید حرکت کنیم و او که ما هم دیگر نمیتونیم هنوز بپذیریم، او مشکلیه که وجود داره. ای کاش روزی بشه که ما زنها هم دیگر زیادتر بپذیریم تا دیگر. بعضن خانم بارکزای خسته نمیشین وقتی مشکلات خانم ها رو میبینین و وقتی که شما آواز بلند میکنین به نمایندگی از اونا و میبینین که بازم بخترشان کار صورت نمیگیره، بعضن شما را از کار که انجام میتین خسته نمیکنین. در وقفه هم من با خانم بارکزای روی همین موضوع یاد کردیم که وقتی یک زمان که اینا ژورنالیست بودن برشان زیباتر بود، دلچسب بود، یا که حالا در دنیای سیاست هستن چگونه هست؟ خب هر کدوم دنیا متفاوت خور داره، ولی میشه گفت نزدیک به هم. چرا؟ وقتی ما در یک عرصه بسیار تلاش میکنیم اما میبینیم حرف مرد اونجا تاثیر مقداره، یا مثلا یک موضوعی بسیار حاده، هر چقدر ما خانم ها کارت سرخ بلند میکنیم هیئت اداری هیچ توجهی نمیکنه، و به محضی که یک مرد کارت سرخ بلند میکنه، به خصوص کسانی که بادیگارد زیاد دارن یا در هر صورت نمیخوام سرجی بس کنم، فورا به اونا وقت داده میشه، این چیزی که ما رو خسته میسازه و همیشه میگیم چرا باید این رقم باشه، در حالی که ما شاید حرف ما بارها بوده که خیلی مهمتر از اومد بوده. بله. آخرین پیام را که از خانم بارکزای میخوایم داشته باشیم که ما همیشه وقت میگیم که به اندازه که مردان در جامعه سهم دارن، یعنی حقوقشان، تا همون اندازه زنها همچنان میتونه حضور فعالتر داشته باشن، ولی بیشتر پذیرش های عقلانی هست. اگر روی عملا کار شوه چند گام مهم را که بختر خانم ها باید بردارن چی هست؟ خیلی کوتاه. من اول به زنهای دخترهای عزیز افغانستان خانمها میخوام بگم که هیچگاهی به مرد تکیه نکنیم، چرا که شما یک زن هستیم و توانمندی بسیار زیاد داریم. و پیام دیگه، هیچ وقت دل سرد نشیم، وقتی که بار بارم اگر به زمین بخوریم بازم بلند شیم حرکت کنیم، چرا که زن افغانستان توانمندی زیر داره که بسیار کارهای بزرگ بکنه، حتی رئیس جمهور بشه. اینو یقین و مطمئن هستم و حرکت هایی که زنای افغانستان به تاریخ افغانستان کردن طبعا از ریاست جمهوری هم آسان تر بوده. بنابراین
وقتی که اعتماد به نفس داشته باشیم، هم دیگر پذیری داشته باشیم و هدف ما مشخص باشه، ما میتونیم به اون آرزوهایی که داریم برسیم و هیچ وقت ناامید نشیم. بله. سپاس از شما که با ما بودین در برنامه. سلامت باشین. موبین جان احمدی، صدف جان امیری و شعیب جان امیری تشکر میکنم از این سه دوست ما که اینا هم در فیسبوک برنامه پیام گذاشتن. این بود برنامه امروزی که تقدیمتون کردیم. بقیه روز همه شما خوش. برنامه‌های بعدی تلویزیون خورشید فراموش نکنه. خدا نگهدار همه شما. Thank you.